نهمین روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان اوین امروز در حالی به پایان می رسد که تا به حال هیچ کدام از مسئولین جمهوری اسلامی نسبت به این واقعه واکنشی از خود نشان ندادند. این در حالی است که گزارش های رسیده از زندان اوین حکایت از وخامت حال تعدادی از این اعتصاب کنندگان دارد. در همین زمینه گفتگوی انجام دادیم با دکتر محمد نوریزاد، نویسنده و کارگردان که به تازگی از زندان اوین آزاد شده است. آقای نوریزاد، امروز نهمین روز اعتصاب غذای زندانیان زندان اوین سپری شد و این زندانیان هنوز در اعتصاب غذا هستند. شما آینده این اعتصاب غذا را چگونه پیش بینی می‌کنید؟ سابقا یک زندانی در داخل زندان وقتی اعتصاب غذا میکرد صدای او به جایی نمیرسید. خودش بود و وجدان زندانبانان. مخاطب او کسانی جز بازجوها و مسئولین زندان نبودند و صدای او فراتر از این هم نمیرسید. ولی ناگزیر به یک چنین امکانی که حق قانونی اوست دست میبرد. اما امروز اعتصاب یک زندانی گاه عرصه‌های رسانه‌ای جهانی رو در مینورده و پا فراتر از مرزها میگذاره و نگاه جهانیان رو فرا میخوانه به اینکه یک زندانی چی میخواد. معمولا زندانی این که دست به اعتصاب غذا میزنه در حقیقت دست به آخرین گزینه موجود میزنه. او وقتی نسبت به موضوعی معترض هست شروع میکنه به نامه نگاری، شروع میکنه به ارتباط برقرار کردن با مسئولین مستقیمی که حالا در اطراف او هستن و زندانبانان، مسئولین قضایی که احتمالاً به اونجا رفت و آمد میکنن، تلاش میکنه از طریق خانوادهش به دستگاه قضایی پول بزنه، مکنونات خودش رو، خواستهای خودش رو به اونها برسونه. و وقتی با بن‌بست همه جانبه روبرو میشه دیگه ناگزیر خودزنی میکنه و تلاش میکنه که به سبک ژاپنیا هاراگیری بکنه و خونش رو به گردن طرف مقابل بیاندازه تا صداش شنیده بشه. من فکر میکنم که این دوستان ما که دست به اعتصاب غذا زدن خواسته ای جز خواسته اکثریت مردمی که معترضن ندارند. که آقا یک فرد وقتی در زندان دست به اعتصاب غذا میزنه حرف داره، حرف ایرون بیایید بشنوید، بیایید بنشینید و وقت بگذارید و ارزش قائل بشید و بها بدید و صدای صحبت او رو و صدای اعتراض او رو بشنوید. او شاید با یک شنودن متقاعد بشه و دست از اعتصاب بکشه. یک فردی که دست به اعتصاب غذا میزنه آدم دیوانه ای که نیست، اتفاقا با عقلانیت فراوان خودش به این آخرین گزینه دست میبره. همون عقلانیت اگر مواجه بشه با افرادی که مسئولند و دلسوزند و قابلیت این رو دارن که صحبت او رو بشنون، متقاعد میشه دست از اعتصابش میکشه. اما وقتی طرف مقابل بهایی نمیگه به صحبتهای او، به خواستههای او، این تداوم پیدا میکنه. الان من تصورم این هستش که این دوستان خب طبق چیزی که اعلام کردن به فاجعه مرگ مرحوم هدا صابر معترضند و به این که سیستم قضایی ما و امنیتی ما بالاخره باید مسئولیت این خونه به ناحق ریخته شده رو بپذیره، حالی که نه، دوستان اصلا نه کوچکترین بهایی به خون او دادن و نه کوچکترین بهایی به اعتراض دست جمعی اینها. اینه که این اعتصاب منطقیه که ادامه پیدا بکنه. در 9 روز گذشته حمایت‌های بسیاری از این اعتصاب چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور انجام شده، ولی این اعتصاب هنوز پابرجاست. برای اینکه سلامت این زندانی‌ها حفظ بشه فکر می‌کنید مردم چه کاری باید انجام بدن؟ تا زمانی که طرف مقابل حرف این معترضین رو نمی‌خواد بشنوه این اعتصاب میتونه ادامه پیدا بکنه. منطقی هم این هست، یعنی همراهی مردم با این اعتصاب کنندگان همراهی با اندیشه اونها، با خواست اونها. حضور همه جانبه مردم در عرصه‌های خبری و رسانه‌ای بهترین همراهی است. همدلی کردن با اونها همینه، و نه اینکه ما اصرار بکنیم که اونها بدون اینکه به نتیجه رسیدن اعتصابشون رو قطع کنن. قطعا اگر حادثه‌ای برای این اعتصاب کنندگان بیفته، برای یکیشون هزینه سنگینی برای طرف مقابلی که نمیخواد حرف بشنوه خواهد داشت، بهترین همراهی حیات بخشودن به چنین اعتراضی است. اعتراض مدنی قانونی، یک زندانی حق داره اعتصاب قضا بکنه، جزء حقوق اوست و طرف مقابل میبایستی شرایط او رو به لحاظ سلامتی فراهم بکنه، چیزی که متاسفانه برای هدا صابر اتفاق نیفتاد و او بعد از انتقال به بیمارستان 3 ساعت بیشتر زنده نبود و از دست رفت. این نشون دهنده که طرف مقابل فهم نکرده او رو. بر تقدیر نظر من اینه که همراهی با این عزیزان میتونه نشاط مضاعف تزریق کنه به رفتار اونها، به تصمیم اونها. و کلام نهایی شما برای مردم و حاکمیت؟ ما دوست داریم یک عقلانیتی بر جامعه ما حاکم باشه.
دوست داریم بزرگترهای جامعه نشون بدن که آحاد جامعه برای اونها فرقی ندارن. یک زندانی حقوقی داره، باید به اون حقوق توجه بشه. یک زندانی از همون حقوقی بهره‌منده در زندان که یک آیت الله بر کرسی تدریس خودش، برای اینکه هر دو انسان هستن. منتها او بنا به دلیلی الان در زندان به سر میبره، فردا ممکنه بیاد بیرون رئیس جمهور این مملکت هم بشه. به هر حال تا زمانی که زنده است، ما به عنوان مسئولین نظام در قبال او مسئول هستیم. یکی از مسئولیت های ما شنودن حرف معترضینه. باور کنید اگر مسئولین ما این ظرفیت شنودن حرف معترض و مخالف رو میپذیرفتند و این تربیت در جامعه ما دست به دست میشد، بسیاری از این مشکلاتی که امروز ما گریبانگیرش هستیم پیش نمی آمد. همین که به طرف مقابل که حالا کمی با ما زاویه داره، فاصله داره، بهانه میدیم، ارزشی برای او قائل نمیشیم و اتفاقا بر سر او میزنیم و تحقیرش میکنیم و ناسزا بهش میگیم و از دوست داریم از صفحه روزگار محفوظ بکنیم، این سرنوشتی است که برای ما رقم زده شده. من دعوت میکنم از بزرگانمون به یک عقلانیت فراگیر، به یک دلسوزی بزرگ، به یک عاطفه بزرگ که همدیگر رو دوست داشته باشیم. این زندانی که دست به اعتصاب خواستن آدمهای معاندی نیستن، آدمهای اسلحه به دستی که بخوان نظام رو واژگون بکنن نیستن، اتفاقا همشون دوستدار این مردم و دوستدار این روند هستن. علاقمندم صحبتشون شنیده بشه. چرا نباید رئیس قوه قضاییه خودش بلند شه بره با اینها بنشینه صحبت کنه؟ چه چیزی از وجهه او کاسته میشه؟ چه چیزی از هیمنه قانونی او کاسته میشه؟